میخوام که درباره یکی از پرکاربردترین دستورها در داخل فتوشاپ براتون صحبت بکنم دستوری که توی اون شما اندازه ها رو تغییر میدین اندازه عکس‌ها همون رزولوشنی هستش که شما باهاش عکس رو میگیرین مثلا فرض کنید که شما یک عکس رو از روی اینترنت دانلود کردین یا مثلا یک عکس رو با دوربین خودتون عکاسی کردین اما این عکس رو میخوایم بیارین در داخل فتوشاپ و اندازه اون رو تغییر بدین به اندازه‌ای که مورد نیازتونه مثلا فرض بکنید که دوربین شما با 24 مگاپیکسل عکاسی میکنه اما شما همه اون 24 مگاپیکسل رو برای اینکه مثلا عکستون رو روی یک صفحه اینترنتی قرار بدین همه اون 24 مگاپیکسل رو نیاز ندارین شما ممکنه که بخواین اون رو کمترش بکنین چون که عکسی با اون حجم زیاد اصلا ممکنه روی اینترنت لود نشه همینطور برعکسش هم وجود داره یعنی یک وقتی هستش که شما یک عکسی رو گرفتین و میخواین که اون عکس رو چاپش بکنین وقتی که عکس رو میگیرین طبیعتا رزولوشن خیلی بالایی نداره یعنی منظورم میگیرین یعنی اینکه از روی اینترنت میگیرینش معمولاً عکسایی که روی اینترنت هستن رزولوشن نسبتاً پایینی دارن اما وقتی که میخواین اون رو چاپش بکنین احتمالا باید کمی اندازه اون رو بزرگتر بکنین رزولوشنش رو بالاتر ببرین تا برای چاپ روی کاغذ هم مناسب بشه این کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو معمولا در داخل فتوشاپ با یک فرمان ایمیج سایز انجام میدیم اجازه بدیم ببینیم که این فرمان چطور کار میکنه من یک عکس رو باز میکنم در داخل فتوشاپ خب این عکس در داخل فتوشاپ الان باز شده و من میخوام که اول اندازه اون رو ببینم که چقدر هستش و بعد این اندازه رو تغییر بدم برای اینکه ببینم اندازه اون چقدر هستش وارد منو ایمیج میشم و از اینجا رو روی گزینه ایمیج سایز کلیک میکنم میبینیم که پنجره باز میشه به نام ایمیج سایز و در داخل این پنجره به من یک سری از اطلاعات رو داره میده مثلا داره به من میگه که اندازه این عکس یا دایمنشنش 2600 پیکسل در 1733 پیکسل هستش در این قسمت یعنی در این قسمتی که عرض و طول رو داره ویت و هایت عرض و طول در این قسمتی که عرض و طول رو داره دو تا عدد دیگه میبینیم که در جلوی اون یک واحد طول نوشته شده در جلوی این عکس نوشته شده که اندازه این عکس 8 ممیز 667 اینچ در 5 ممیز 777 اینچ هستش اما رزولوشن اون 300 پیکسل بر اینچه یعنی اینکه فشردگی تعداد پیکسل های این عکس در یک اینچ مربع در یه همچین فضایی 300 پیکسل وجود داره این تعداد پیکسل دقیقا تعداد پیکسلی هستش که برای چاپ نیاز داریم بنابراین من الان یک چیزی رو متوجه میشم اگر من این عکسم رو بخوام چاپش بکنم روی یک ورقی بخوام چاپ بکنم روی یک کاغذی بخوام چاپ بکنم چون دستگاه من معمولا رزولوشنش 300 پیکسل بر اینچه که اغلب دستگاه چاپ همینقدر هستش بزرگترین اندازه‌ای که میتونم چاپ بکنم 8 اینچ در 5 اینچه تقریبا البته یک مقدار خورد هم داره اما خب ما با اینچ کار نمی کنیم ما معمولا با سانتیمتر کار می کنیم بنابراین من میخوام بدونم با همین رزولوشن 300 پیکسل بر اینچ که یک استاندارد هستش اینها چند سانتیمتر میشن کافی هستش که از این منوی رو برو کلیک بکنم و به جای اینچ گزینه سانتیمتر رو انتخاب بکنم بلافاصله متوجه میشم که بزرگترین سایزی که این عکس من میتونه چاپ بشه با رزولوشن 300 پیکسل بر اینچ اندازه ۴ و صدم سانتی در 22.1 و استش هستش یعنی تقریبا اندازه 15 در 20 به اندازه یک قاب روی میزی میشه تقریبا این اندازه خب حالا کاری که میخوام بکنم این هستش که میخوام اندازه این عکس رو کمی بزرگترش بکنم تا بتونم اون رو توی سایزهای بزرگتر هم چاپ بکنم برای اینکه بخوام سایز این رو تغییر بدم نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که حتما باید گزینه ریسمپل رو کلیک بکنم یعنی این گزینه باید فعال باشه وقتی این گزینه فعال هستش فتوشاپ واقعا سایز اون عکس رو تغییر میده اما اگر که این خاموش باشه دیگه اون رو تغییر نمیده فقط صرفا نسبت اون عکس رو تغییر میده یعنی چی یعنی الان مثلا اندازه این عکس من 2600 پیکسل در 1733 پیکسل هستش اگر من این رو مثلا بیارمش روی اینچ یا همچین چیزی و از اینجا رزولوشن رو مثلا بکنمش 72 اون وقت به من میه که با رزولوشن 72 یعنی اگر فشردگی تعداد پیکسل هم کمتر باشه که برای مثلا نمایشگرای وب برای ن... موبایل ها برای اینکه روی تلویزیون یا روی مانیتور ببینیم این رزولوشن درسته رزولوشن 72 برای هر صفحه نمایشی هستش اگر که من اون رو روی رزولوشن 72 قرار بدم میبینیم که اندازه اون عکس حالا میتونه بزرگتر هم باشه من اون رو میتونم توی اندازه 24 در 36 اینچ هم نمایشش بدم یعنی اگر نمایشگر من رزولوشنش 72 اینچ باشه من میتونم اون رو, رو روی بذار اون رو روی سانتی متر قرار بدم میتونم در اندازه 60 در 90 سانتی متر این عکس رو ببینم یعنی اگر اون اندازه تلویزیونی که دارم مثلا 60 سانت در 90 سانت باشه این عکس تمام صفحه اون تلویزیون رو پر میکنه اگر من بخوام سایز این عکس رو تغییر بدم بعد گزینه ریسمپل رو فعال بکنم یادتون باشه که شما میتونین اندازه این پنجره رو بزرگتر بکنین به اینکه بتونین این تغییرات رو یعنی این پنجره رو بزرگتر ببینید این پنجره در واقع چیه این پنجره این کادری هستش که در اینجا داریم میبینیم این کاز یا همون نوک موس رو اگر من هر کجای تصویر کلیک بکنم همون قسمت رو در اینجا میبینم اگر روی ابر کلیک بکنم ابر رو اینجا میبینم و اگر روی این چمنه کلیک بکنم این چمن رو میبینم میتونم خود تصویر رو در داخل این پنجره هم حرکت بدم اجازه بدین اندازه این پنجره رو خودش رو هم بزرگتر بکنم بسیار خوب این پنجره به من کمک میکنه که من بتونم تغییراتی رو که در اینجا دارم میدم رو در این پنجره ببینم مثلا من اگر بخوام تصویرم رو بزرگتر بکنم به من نشون میده با این قد بزرگ نمایی که دارم انجام میدم کیفیت تصویرم چطور خواهد بود مثلا من این رو میذارمش روی همون اندازه 300 پیکسل بر اینچ بسیار خوب حالا تصویر رو میارمش در اینجا خب الان من میخوام که گزینه ریسمپل رو روشن بکنم و با همون رزولوشن 300 پیکسل بر اینچ که این عکس من بود اندازه تصویر رو بزرگترش بکنم مثلا طول تصویر رو از 22 سانت بکنم 30 سانتی متر خب داره به من نشون میده که اگر اندازه تصویر رو بزرگتر بکنم این کیفیت عکس من خواهد بود یه کمی میبینین افت کیفیت هم داره طبیعتا چون داره تصویر بزرگتر میشه یه کمی ببینین در اینجا خصوصا روی این سنگ ها میتونیم ببینیم که دیگه اون شارپ مثل قبلیه رو نداری یک کمی شارپنسش داره افت میکنه اگر من اندازه این رو بکنمش 90 سانت ببینید داره به من نشون میده که توی اندازه 90 سانت یک همچین کیفیتی رو قرار تحویل بگیرم میبینی که کیفیت خیلی بالایی هم نیست این همون دلیلیه که یک وقتی شما یک عکس کوچیکی رو که میگیرید و میبرین چاپخونه میخواین تا اندازه خیلی بزرگ چاپش بکنین بهتون میگه اگر این رو خیلی بزرگ چاپ بکنین افت کیفیت خواهد داشت منظور از افت کیفیت دقیقا همینه چون فتوشاپ داره به زور پیکسل ها رو بازسازی میکنه تا اندازه این عکس رو بزرگتر بکنه و طبیعتا خیلی کیفیت خوبی به ما نمیده البته یک نکته در اینجا وجود داره اگر که شما بخواین میتونین از اینجا گزینه ریسمپل به جای اینکه حالت پردازش این عکس رو روی حالت اتوماتیک بذارین اون رو خودتون تغییر بدین میتونین ببینین که برای لارجمنت یا بزرگ کردن چند تا گزینه دیگه در اینجا وجود داره مثلا گزینه پریزرو دیتیل دو که در داخل فتوشاپ های جدید اومده خیلی گزینه خوبیه برای اینکه کیفیت بهتری بده ببینین الان من این رو روی این گزینه پریزرف دیتیل 2 که گذاشتم ببینید چقدر کیفیتش نسبت به اون اتوماتیکه بهتر شد نسبت به این این اتوماتیکه هستش و این پریزرف دیتیل این یکی از گزیناهای هستش که به شما این امکان رو میده تا بتونین کیفیت عکستون رو با حداقل افت کیفیت بزرگش بکنید اما در اینجا گزینه های دیگه ای رو هم برای کوچک کردن عکس داریم اگر یک وقتی خواستین عکس رو کوچک تر بکنید از اینها استفاده بکنید یعنی مثلا من به جای 90 این رو بذارمش روی 10 میبینید که اندازه عکس کوچکتر شد در این صورت من این رو میتونم به جای این گزینه‌ای که برای بزرگ نمایی هستش روی گزینه‌ای که برای کوچک نمایی هستش بذارم به این صورت میبینیم که الان تصویر بسیار حالت بهتری داره البته در اینجا شما میتونید یک نکته دیگر رو هم ببینین در اینجا داره به من تق... میگه که تصویر من اندازش دو ممیز 66 مگ بوده و الان هست و قبلا دوازده ممیز 9 دهم مگ بوده یعنی این گزینه واز یعنی اینکه که عکس من چه مقدار بوده و الان چقدر شده به این ترتیب شما میتونیم بفهمین که عکستون که دارین بزرگتر یا کوچکتر میکنین چقدر سایز اون تغییر میکنه خب در اینجا این گزینه های مربوط به ایمیل سایز رو چک کردیم بعد از اینکه هر کدوم این تغییرات رو دادیم مثلا فرض بکنیم که من این رو میخوام بزرگترش بکنم و اون رو بزنمش مثلا روی 80 بسیار عالی خب میبینیم که الان تصویری که من اینقدر بزرگ نمایی کردم میتونم حالا با دکمه اوکی این تصویر رو واقعا به سایز بزرگتر هم ببرم میبینیم که تصویر بزرگ نمایی شدش الان با دکمه زوم یعنی با ابزار زوم من تصویر کمی عقب تر میبرمش به این ترتیب و می بینیم که کیفیتش بد هم نیستش یعنی به نسبت اینکه یک عکسی رو از اندازه کوچیک به اندازش رو بزرگ کردن کیفیت نسبتا خوبی داره این گزینه ها به شما این امکان رو میدن که اندازه عکستون رو به دلخواه خودتون بزرگتر یا کوچکتر بکنید